پژوهشگر سرشناس سیاسی آقای دایی عزیز در برنامه امروز سکا سارا خانم ایرانی هم با ماست، هم میهنان، هم گزارش سارا خانم را هم با هم خواهیم شنود. آقای دایی درود بر شما. سلام دارم خدمتتون و سلام به همه بینندگان عزیز. در ضمن چند سال گذشت از ایجاد فرهنگستان ایران؟ بله، تو فیسبوک دیدم یکی از هموطنان یادداشت گذاشته بود که 82 سال گذشته فکر میکنم، یا 84 سال. و اولین جلسهش به ریاست زکاالملک محمد علی فروغی تشکیل شد و امروز جلسه جدیدش بوده به ریاست حداد عادل. ببین از کجا به کجا حرکت کردیم. زکاالملک، سیر تا فلسفه در اروپا، کسی که برای نخستین بار تلاش کرد جوانهای ایران رو با فلسفه اروپایی آشنا بکنه، نخست وزیر مملکت ما بود، شخصیت شامخ ادبی، فرهنگی، فلسفی رضا شاه دست دستکم دید رو داشت که برترین ها رو جستجو کنه و به خدمت بگماره. همینان هم گفتیم رضا شاه یکی از شخصیت های خدمتگزار تاریخ ایران، تیمسار آیلامرو هم در گذشت در نیویورک تسلیت میگه، شخصیت خیلی گرانمایه‌ای بود، ایران رو از ته دل دوست می‌داشت و یکی از راویان عصر رضا شاهی بود، یکی از راویان شفاهی عصر رضا شاهی. به خانواده‌اش به ویژه همکار عزیز آقای آیلامرو تسلیت میگم. خب آقای دایی عزیز، ما سراپا گوشیم، امروز یک گزارش تصویری هم از شما خواهیم داشت. بله، در خدمتتونم. عرض کنم که این گزارش در مورد اینه که بالاخره دوران آقای اوباما تموم شد، 8 سال. اون مشخصه ای که دوره ایشون داشت آقای اوباما این که سیاست دوستی با جمهوری اسلامی رو پیگیری میکرد، به خصوص از سال 2010 به بعد به اصطلاح دیگه به طور مشخص و اون 2009 به بعد این سیاست رسمی آمریکا شد. خب طبیعتاً در این دوره اون لابی های جمهوری اسلامی هم خیلی قوی شدن. در دوره آقای اوباما به خصوص بعد که روحانی اومد، من فکر کنم دوره دوم ریاست جمهوری آقای اوباما که همزمان با ریاست جمهوری روحانی بود رو میشه بهترین دوران یا طلایی ترین دوران لابی جمهوری اسلامی در آمریکا دونست، چون متحد و همکار شدن با کاخ سفید، با هم رسما همکاری میکردن که در این گزارش بخش کوچیکش رو اشاره میکنم. خب طبیعتا این دوران تموم شد. حالا اینها چی میشن؟ های جمهوری اسلامی و لابیهاش، اینها فعالیتشون تموم شده؟ این سوال طبیعتا در ماهای آینده بیشتر میتونیم روشنتر ببینیم. من در این گزارش کوتاه خواستم یه پاسخی بدم. پاسخم هم به این صورته که حتی لابی جمهوری اسلامی که در دوره آقای اوباما به این میزان رشد کرد، پایه های این لابی در دوره آقای بوش محکم شد. چرا؟ چون از سال 2005 که یه جنبش ضد جنگ به وجود اومد، سیاست های غلط آقای جورج بوش باعث شد که فضای عمومی به ضد جورج بوش تبدیل شد، به ضد سیاست خارجیش تبدیل شد و خیلی قوی بود جنبش ضد جنگ. جمهوری اسلامی و لابی هاش تونستن با کمک جواد ظریف که اون موقع سفیر جمهوری اسلامی بود در سازمان ملل، از این فضای ضد جورج بوش استفاده کنن. الان به نظر من پاسخ به این که لابی های جمهوری اسلامی چه وضعیت دارن اینه که درسته که از دولت بیرون رانده شدن، ولی در سطح جامعه با شبکه های گسترده‌ای که دارن به صورت اپوزیسیون فعالیت میکنن. درست میخوان همون، میبینیم حالا از قول خود مسئولین حکومتی که میخوان همون سیاست دوره آقای جورج بوش رو برن، یعنی از نارضایتی هایی که الان علیه آقای ترامپ هست استفاده کنن، از شکاف های سیاسی که توی واشنگتن هست در مورد ایران استفاده بکنن. حالا چقدر تاثیر رو سیاست داره؟ این سوال مهمی که بالاخره اینا حالا درست از دولت اومدن بیرون، تاثیر مستقیم رو سیاست ها ندارن. میتونن از طریق افکار عمومی تاثیر بذارن، میتونن از طریق لابی که در کنگره با استفاده از افکار عمومی میکنن تاثیر بذارن. تاثیرش بسیار کمتره از دوره آقای اوباما، ولی باز هم تاثیر جدی داره. و مهمتر از همه خطرش این هست که اگر آقای ترامپ موفق نشه و بعد از 4 سال، 2 سال، 6 سال، هر چقدر
ایشون بره و این سیاست‌های بسیار غلطی داشته باشه و ناموفق باشه، تردید نباید کرد که با زمینه‌هایی که الان هست لابی جمهوری اسلامی خیلی قوی‌تر بیرون خواهد اومد، یعنی قوی‌تر خواهد شد. البته همه اینا من ببینید که جمهوری اسلامی چه وضعی داره، جمهوری اسلامی در چه موقعیت، اون فاکتور اصلیه. ولی ما اگه اون فاکتور کنار بذاریم، یعنی جمهوری اسلامی رو، من اومدم در این گزارش کوتاه اومدم وضعیت لابی رو مقایسه کردم با دوره آقای اوباما و خواستم ببینیم که الان اینا برنامه‌شون چیه. خیلی کوتاه و اشاره است بیشتر. تشکر آقای دایی. واقعا وضعیت آمریکا نگران کننده شده، یعنی من دیگه عقلانیتی در رسانه‌ها نمی‌بینم. یا شما دشمن ترامپید یا دوست ترامپ، رنگ خاکستری یه وجود نداره، سیاه و سفید. مثلا بر سر گرمایش زمین همین بحثایی که گرفت شده، الان هر تلویزیونی بزنید، MSNBC، CNN بزنید، فاکس نیوز بزنید، یا طرفداران ترامپ نشستن یا دشمنان قسم خورده نشستن، هر کاری میکنه از دید اینها بده، هر کاری میکنه از دید اونها خوبه. مثلا گرمایش زمین، واقعیت اینه که هر دو طرف دارن مبالغه میکنن، یه خط وسطی هم داره. درسته انسان بسیار مؤثر بوده در ایجاد گرمایش زمین، بالا بردن در جرارت خیلی مؤثر بوده، اقدامات در این زمین صورت گرفته که باز فوق‌العاده عالی بوده. در مورد لس آنجلس رو نگاه کنید، روز با آقای علمداری صحبت میکردم، 20 سال پیش من میرفتم خونه لباس سفید سیاه میشد، اینقدر آلودگی داشت هوای لس آنجلس. هوای پاکی داریم ما در این شهر، چون اقدامات درست صورت گرفته. اما اینکه همه چیز رو منتسب به انسان بکنیم و فاکت های طبیعی رو در اینم به نظرم رفتن راه مبالغه است، در نتیجه قدرت تعقل زائل میشه از انسان که میشه درست فکر کنه، تصمیم گیری ها درست بگیره. و من نمیدونم آمریکایی‌ها دارن چه راهی رو پیش میرن و قراره به تا کجا این دشمنی عداوت رو ادامه بدن. وسط باید یه نفر وسط بگیره، خط وسط، و مردم رو به تعقل دعوت بکنه. عقلانیت در هر برنامه ریزی، در چارجویی پیرامون هر چالشی که آمریکا در برابرشه. با آقای دایی عزیز هستیم، اجازه می چه با هم نگاه کنیم گزارش آقای دایی رو. در ژانویه 2017 دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا شد و در نتیجه سیاست‌های خاورمیانه آمریکا و رابطه با رژیم ایران به طور محسوسی تغییر می‌کنند و به همین ترتیب موقعیت لابی رژیم ایران در آمریکا نیز دچار تحول خواهد شد. در دوران ریاست جمهوری اوباما، سیاست دوستی و مماشات با رژیم ایران در قلب سیاست‌های خاورمیانه آمریکا قرار داشت. حسین موسویان، سفیر سابق رژیم ایران در آلمان که در سال‌های اخیر در آمریکا به نفع رژیم فعالیت می‌کند، در گفتگویی با آفتاب یزد در ایران گفته بود: به نظر من اوباما را باید یک استثناء تلقی کرد که ممکن است به این زودی ها تکرار نشود. وی در گفتگوی دیگری که در سایت دیپلماسی ایرانی به چاپ رسید، اوباما را یک فرصت برای رژیم ایران دانسته بود. در زمان ریاست جمهوری اوباما، لابی طرفدار رژیم متحد بی سابقه‌ای در کاخ سفید پیدا کرد و آرام آرام از یک گروه فشار در واشنگتن به شریک و همکار دولت تبدیل شد. دور دوم ریاست جمهوری اوباما که با ریاست جمهوری حسن روحانی همزمان بود را میتوان دوران طلایی لابی رژیم ایران در آمریکا دانست. مقامات دولت اوباما روابط بسیار نزدیکی با نیویورک داشتند و در جلسات رسمی این سازمان از فعالیت‌های آنان در حمایت از سیاست مماشات با رژیم تقدیر و تشکر می‌کردند. در دوره اوباما یکی از کارمندان سابق نایاک از مسئولان بخش ایران در شورای امنیت ملی کاخ سفید بود. صفحه رسمی کاخ سفید نشان می‌دهد که از سال 2013 تا 2016 که توافق هسته‌ای جامع به امضا رسید، تیتا پارسی رهبر سازمان نایاک 33 بار برای گفتگو و همکاری به کاخ سفید رفته بود. با شروع ریاست جمهوری ترامپ، طبیعتاً نفوذ سازمان نایاک و متحدان آمریکاییش در داخل دولت بسیار کاهش یافته است. اما آنها در جایگاه اپوزیسیون دولت ترامپ فعالیت‌هایشان را ادامه می‌دهند. آنطور که از اظهارات مقامات رژیم ایران و از فعالیت‌های چند ماه اخیر نایاک
و متحدانش در آمریکا پیداست، لابی رژیم تلاش می‌کند تا همان استراتژی و مسیری را دنبال کند که در دوره ریاست جمهوری جورج بوش اتخاذ کرده بودند و به موفقیت‌های نیز دست یافتند. در دوره بوش به دنبال حمله فاجعه‌بار آمریکا به عراق و گرفتار شدن آمریکا در باتلاق جنگ و بحران‌های خاورمیانه، افکار عمومی آمریکا و بخش مهمی از دستگاه سیاسی این کشور به مخالفت با سیاست‌های خاورمیانه جورج بوش برخاستند. رژیم ایران توانست از این نارضایتی‌ها و از اختلافات سیاسی در واشنگتن به نفع خود و برای پیشبرد سیاست‌های خود استفاده کند. استراتژی رژیم روی دو پایه قرار داشت: نخست ارتباط و همکاری با گروه‌های ضد جنگ و چپگرای آمریکایی بود. دفتر احمدی نژاد و رئیس دفتر وی رحیم مشایی به کمک سازمان نایاک در پیشبرد این استراتژی نقش درجه اول داشتند. بدین ترتیب از سال 2005 به بعد با همکاری نایاک و تحت نظارت کامل رژیم، صدها تن از اعضا و هواداران گروه‌های چپ و ضد جنگ آمریکایی به ایران رفتند و در این سفرها با مسئولین رژیم و با افراد دستچین شده از طرف رژیم دیدار کردند تا تصویر مثبتی از رژیم و از برنامه هسته‌ایش ارائه دهند و رژیم ایران را اهل صلح و دوستی معرفی کنند. سازمان نایاک یک ائتلاف با این گروه‌های ضد جنگ و چپگرا تشکیل داد و از این ائتلاف توانست برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی آمریکا و همچنین لابی در کنگره علیه تحریم‌ها استفاده کند. پایه دیگر استراتژی رژیم استفاده از شکاف‌های سیاسی در واشنگتن و اختلاف بین برخی از اعضای کنگره با دولت بوش بر سر نوع برخورد با رژیم ایران بود. در همین چارچوب جواد ظریف که در آن زمان سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود، با همکاری تریتا پارسی رهبر سازمان نایاک، ملاقات‌های زیادی با اعضای کنگره آمریکا که مخالف جورج بوش بودند انجام داد تا آنان را به سمت سیاست‌های مورد نظر جمهوری اسلامی سوق دهد. جواد ظریف در نطق خود در مجلس در سال 1392 به این ملاقات‌ها اشاره کرد و از اینکه توانسته بود از شکاف در دستگاه سیاسی آمریکا به نفع رژیم بهره برداری کند با افتخار یاد کرد. دوستان راجع به ارتباطات من با برخی مقامات کنونی آمریکا سوال میکنن. این مقامات یک روزی مخالفین دولت جنگ طلب بودن و بنده این کار رو در حیطه وظایفم انجام میدادم. اگر توانستم در میان این جنگ طلبان اختلاف ایجاد بکنم افتخار بنده است. وظیفه‌ام رو انجام دادم. راحت تر بودم که عافیت طلبی میکردم و در خانه مینشستم و این کار رو انجام نمیدادم. اما افتخار میکنم که بر اساس نظرات بزرگان نظام و با نظر آنها و با اجازه آنها این کار رو انجام دادم. اکنون یک بار دیگر رژیم و لابیش در آمریکا به همراه متحدان آمریکاییش تلاش میکنند تا تجربه موفق دوران بوش را در زمان ترامپ اجرا کنند و از شکاف‌های سیاسی در واشنگتن و مخالفت‌هایی که علیه ترامپ وجود دارد به نفع خود استفاده کنند. این استراتژی در اظهار نظرهای مقامات کنونی و سابق رژیم و رسانه‌های حکومتی در ایران بازتاب یافتند. به عنوان مثال در نشستی که اسفند ماه به ابتکار سایت دیپلماسی ایرانی و با شرکت چند تن از کارشناسان و دیپلمات‌های سابق رژیم و همچنین مجید تخت‌روانچی معاون جواد ظریف تحت عنوان با ترامپ چه باید کرد برگزار شد، استفاده از دیپلماسی نرم یا لابی در آمریکا مورد تأکید قرار گرفت. صادق خرازی معاون سابق سفیر رژیم در سازمان ملل و از آرشیتکت‌های اصلی لابی رژیم در آمریکا در بخشی از سخنان خود گفت: اولین راه حل این است که نباید اجازه بدهیم جریان‌های سیاسی یا همان لایه‌های قدرت در داخل آمریکا به اجماع در ضدیت با ایران برسند. باید با لابیگری در داخل آمریکا اختلافات و تضاد میان آنها را برجسته کنیم. کارشناسان و لابیست‌های رژیم بر این باورند که میزان مخالفت افکار عمومی با ترامپ بسیار گسترده‌تر از دوره جورج بوش میباشد و از این رو فرصت‌های بیشتری برای فعالیت رژیم فراهم می‌کند. علی باقری در مقاله‌ای در شرق تحت عنوان ترامپ فرصتی برای ایران می‌نویسد: مهمترین تکیه‌گاه تصمیم‌گیران ایران و همه طرف‌ها در عبور از طوفان ترامپ
ضدیت افکار عمومی باوی است. اکنون نیز دیپلمات‌های ایران در مواجهه با موج‌های تهدید ترامپ نه تنها حمایت افکار عمومی ایران را پشت سر دارند، بلکه بخش بزرگی از افکار عمومی جهان غرب با آنها همراهی می‌کند. سفیر سابق رژیم در مکزیک نیز در گفتگو با سایت خبر آنلاین گفت که اقدامات ترامپ افکار عمومی را به نفع ایران تغییر داده است. ما باید از این فضا الیه خودشان استفاده کنیم. حسین موسویان در نشست سایت اقتصاد گفت اقدامات نسنجیده ترامپ موجب واکنش‌های بی‌سابقه‌ای در داخل آمریکا و در سطح بین‌المللی شده است. شرایط بی‌نظیری برای ایران در زمینه بهره‌مندی از دیپلماسی نرم به وجود آمده که موجب تعمیق شکاف داخلی و خارجی آمریکا جهت اقدام علیه ایران خواهد شد. منافع ملی کشور ایجاب می‌کند از هر گونه اقدامی که موجب اجماع بین‌المللی و داخلی در آمریکا علیه ایران شود خودداری شود. مؤثرترین مقابله به مصر نوع دیپلماسی است که بتواند مردم و افکار عمومی آمریکا و جهان را از ترامپ دور و به ایران نزدیک کند. موسویان در مقاله‌ای در روزنامه ایران نوشت که دستور اجرایی ترامپ در مورد منع صدور ویزا به ایرانیان فرصتی برای لابی رژیم ایران فراهم کرده است. موسویان میگوید راجع به زمینه دیپلماسی نرم بد نیست دو نمونه عینی کوچک که در دو روز اخیر برای خودم پیش آمد را ذکر کنم. صبح همسایه دندانپزشک آمریکایی من در منزل را زد. وقتی در را باز کردم گفت فقط آمدم از شما و خانوادتان به خاطر توهین ترامپ به مسلمانان عذرخواهی کنم. در حالی که گریه می کرد یک دسته گل به من داد و رفت. همسرم برای خرید به مغازه رفته بود. مغازه‌دار از او پرسیده بود شما محجبه اید، از کدام کشور هستید؟ همسرم پاسخ داده بود من ایرانی هستم. صاحب مغازه دست بر سینه گذاشته به نشانه احترام در مقابل همسرم خم شده و به او گفته بود بدانید که خیلی از ما آمریکایی‌ها اکنون شرمنده شما و مسلمانان هستیم. این نمونه قطره‌ای از فرصت هاست. خبرگزاری فارس نیز در گزارشی تحت عنوان قانون تعلیق ویزای ترامپ هدیه‌ای به جمهوری اسلامی است می‌نویسد ترامپ برای بسیج عمومی مردم به سمت جمهوری اسلامی هیچ اقدامی بهتر از این کار نمیتوانست انجام دهد. این هدیه ترامپ به جمهوری اسلامی بود که شهروندان ایران را مورد هدف قرار داد. در همین راستا سازمان نایاک کارزار گسترده‌ای برای بهره برداری از این موضوع در آمریکا به راه انداخته و به همراه 3 گروه دیگر به طور رسمی علیه دستور اجرایی ترامپ به دادگاه شکایت کردند تا خودشان را مدافع منافع ایرانیان نشان داده و ایرانیان را با این شعار جذب لابی رژیم کنند. نایاک ضمن همکاری با گروه‌های آمریکایی ضد ترامپ چند جلسه جمع‌آوری پول در کالیفرنیا و در شبکه‌های اجتماعی برای مقابله با سیاست ترامپ سازماندهی کرده که موفقیت‌آمیز بودند. لابی رژیم تلاش می‌کند تا برای تاثیرگذاری روی افکار عمومی مردم و رژیم ایران را در کنار یکدیگر نشان داده و تصویری معتدل و صلح‌آمیز از رژیم ارائه کند. به عنوان مثال اخیراً در نیویورک لابی رژیم ویدیویی به انگلیسی منتشر کرده که در آن جواد ظریف ظاهر می‌شود و می‌گوید که تاکنون هیچ ایرانی در عملیات تروریستی علیه آمریکا شرکت نداشته است و چند نفر از دانشجویان ارشد دانشگاه آمریکا نیز در سخنان خود به صلح طلب بودن ایرانیان تاکید می‌کنند. I'm a very proud Muslim. You cannot find an Iranian who has committed a single act of terror against Americans. در همین راستا سازمان نایاک انتخاب مجدد حسن روحانی را نشانی از اعتدال رژیم مؤلفی می‌کند و تبلیغات گسترده‌ای برای مشروع جلوه دادن رژیم و حمایت مردم از نظام به راه انداخته است. سازمان نایاک به همراه متحدان آمریکاییش تلاش می‌کنند تا ضمن بهره‌گیری از مخالفت‌های موجود با ترامپ هم افکار عمومی را به نفع رژیم ایران تحت تأثیر قرار دهند و رژیم را قربانی سیاست‌های خصمانه ترامپ جلوه دهند و همین که از تحریم‌های جدید علیه رژیم ایران جلوگیری کنند. اینم به نظرم یک غلط مصطلح دیگه، ایرانی‌ها در عملیات تروریستی علیه آمریکا شرکت نداشتند. آقای ضعیف و دعیس به نظرم شروع کننده ایرانی ها بودن،
وقتی از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن دیپلمات ها رو 444 روز گروگان گرفتن، یعنی تروریستی نبوده؟ حمله به پایگاه و پایگاه نیروهای آمریکایی در بیروت که ایران مشخص شد که در شرکت داشته، خود رئیس بنیاد مستضعفان به صراحت اعلام کرد که ما در این عملیات بودیم. آقای دایی بفرمایید. عرض کنم که ببینید، خب این حرفایی که جواد ظریف میزنه که به اصطلاح دلیل نمیشه که جمهوری اسلامی و ببینید روز اولی که جمهوری اسلامی آمده، همونطور شما اشاره فرمودید، از دیوار سفارت رفتن بالا. ولی عملیات تروریستی به طور مشخص اگه بخوام بگیم، عملیات تروریستی به اصطلاح از لبنان اگه شروع بکنیم، علیه آمریکا رو من میخوام اشاره کنم، در انفجار بیروت که نزدیکی فکر کنم 200 نفر آمریکایی تفنگدار کشته شدن، خود محسن رفیق دوست گفتش که ایدئولوژیش، تی ان تیش و فرماندهی عملیات از ایران اومده بود. این حرف خود محسن رفیق دوست، وزیر سپاه پاسداران، حرف خودش. کسی که الان وزیر دفاع ایناست، یعنی حسین دهخان، موقع عملیات فرمانده عملیات بود، یعنی فرمانده عملیات حزب الله در اونجا، چون حزب الله 82 تشکیل شد، در سال 82 82 تشکیل 83 عملیات انجام داد، حسین دهخان فرمانده عملیات. این یک. همینجوری بیام جلو، یعنی تمام همه، مثلا خبر عربستان، خبر عربستان تازه عربستان هم به زبان اومده و گفته، در صورتی که اینا همه دنیا میدونستن، کسانی که بودن در تهران بودن، از تهران پشتن رفتن. من فقط دارم آمریکایی‌ها رو میگم، یک دهه آمریکایی و اروپایی ها رو در لبنان گروگان گرفتن، خیلیشون رو کشتن. مهمترین بخشی که اینا آمریکایی کشتن در سال 2003 بعد در عراق بود، که به طور مشخص طبق اسناد پنتاگون چند صد نفر سرباز آمریکایی توسط این بمب‌های کنار جاده یا عملیات مختلف کشته شدند، که در بسیاری از اینا نیروهای سپاه قدس مستقیما دست داشتن. مثلا در عملیاتی که در کربلا بود که 5 سرباز آمریکایی رو به اصطلاح دزدیدن و کشتن و تیکه تیکشون کردن، اینها مشخصا توسط سپاه قدس بود. بنابراین این حرفایی که جواد ظریف میزنه اینا مصرف داره برای همین گروه چپ آمریکایی و عده‌ای هم از ایرانیایی که هر چی بگه جمهوری اسلامی میپذیرن. آقای کاویانی که از اینجا بردنش به ترکیه، از ترکیه گرفتن بعد بردن به ایران کشتنش، در از همین لس آنجلس، مگه شهروند آمریکا نبود؟ شهروند آمریکا بوده. بله. خب با آقای دایی عزیز هستیم، همینان عزیزم، گزارش آقای دایی رو شنیدید، نظری داشته باشید شما میتونید با ما در میان بگذارید. تا لحظات دیگه از بازارچه آگهی و پنی خواهش کنم که به فیلمی توجه بکنید که از سفر پادشاهی ایران ساخته شده. خوب دقت بکنید، در این فیلم شما مردانی میبینید با کت‌شلوار سیاه، کراوات و یک چماق در دست. از اینها به عنوان چماقداران ایرانی یاد میشه. اول ایجاد نظم و امنیت رو ظاهراً خود دستگاه اطلاعاتی دولت آلمان به ایرانی ها واگذار میکنه که اون بعدا به نمایش بگذاره. و در اونجا شخصیتی به نام کوراس پلیس تیری شلیک میکنه به سمت یک جوان که به نام ایرانی ها نوشته میشه، به نام پادشاه ایران نوشته میشه. این جوان رو میبرن به چند بیمارستان و اعلام میشه که یه ضربه خورده به سرش. هیچ کس نمیدونست که آقا گلوله تو مغز اینه، از پشت زدن گلوله توی مغزشه. شب هنگام تو بیمارستان مشخص میشه که گلوله در مغزشه و متاسفانه به نهان زرگ اون جوان دانشجو میمیره، ولی قتل او به نام ایرانی ها ثبت میشه. حالا نگاه بکنید به فیلمی که از این ماجرا ساختن، نگاه کنید. بله نشون بدید ساختنه.